فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو ساعت شب و روز در هوای دل است. صفای دل خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. از بدی ها گفتگو شد که چه کردیم با اون چه به ما دادن، با سرمایه هایی که به ما دادن چه خسارت هایی به بار آورد. بعد از این که اون چه رو از دست دادیم بهش توجه پیدا کردیم، هم به اون چه که در دست داریم راهی برای رفتنمون پیدا کنیم و وسیله برای پیشرفت این بسازیم. اللهم به ذمت الاسلام اتوسل الیک، خدای من با رشته از اسلام به تو پیوند خوردم و بعد از اون رشته حرمتی از قرآن برای من مشخص شده و بعد از این رشته و این حرمت محبتی از رسول به تو در دل من نشسته. این ستا سرمایه هایی هستن برای منی که تمام نعمت های تو رو فرض کنم و با اون که تو به من داده بودی برای غیر تو دارم، منی که چشم و گوش و دست و پا و فکر و قلبم و عمرم برای غیر تو خرج کردم، من تنها با این سه هم مسئله هم رو هم. اسلام، قرآن و رسول، این سه تا با هم پیوند. بعد در اینجا مسئله مطرح بشه، مذهب چند مرحله پیدا میکنه. درک ذهنی مذهب بهش اسلام گفته میشه، حد ذهنیش اسلام، اسلام در حد شناخته. من از لحظه ای که خودم رو قدر و اندازه خودم رو میابم که چه اندازه و روابط خودم رو میابم که منی که میوه درخت هستی هم، منی که هستی برای من به چرخش افتاده، رابطه ای دارم هم با هستی و هم با جامعه، این دو تا رابطه رو برای خودم دارم. انسانی که قدر خودش رو شناخت و ارزش خودش رو دید، روابطش هم می‌بینه. یه رابطه با هستی داره و یه رابطه با جامعه. در هستی منظم بدون نظام نمیتونه زندگی کنه و در جامعه مرتبط بی تفاوت نمیتونه بگذره. زلنگاری و بی تفاوتی در اینجا نفس میشه. مسئولیت مطرح میشه. یکی از مبانی مسئولیت داره. همین شناخت نظام و روابط در هستی و در جامعه. منی که در یه هستی منظم دارم حرکت میکنم، میدونم حتی خوردن من، نگاه کردن من، حتی طرز خوابیدن من با تمام عوالم رابطه داره و رو تمام عوالم هم اثر میذاره. منی که به این شناخت و به این دید میرسم، خانه‌ها دیگه نمیتونم بلنگار باشم، بی‌تفاوت به هر چی دست بزنم و از هر چی استفاده کنم، هر روز زندگی کنم. اینجا مجبورم به این نظام حاکم بر هستی آگاه بشم و حرکت من حتی رو هم گذاشتن پلک چشم من با این مجموعه هماهنگ باشه، وگرنه تو این بلنگاری لطمه میبینم، صدمه میخورم. با این شناخت، یعنی شناخت رابطه‌ای که خودم با هستی دارم، به صالح بودن نزدیکی هماهنگ بشم با نظام حاکم بر هستی، با سنت ها، با قانون ها، که تجلی مرحله بعدش از همین جا میشه، مرحله دست مذهب. بعد یه رابطه من تو جامعه دارم، حالا گیرم خودم صالح شدم، خودم حساب شده حرکت کردم، ولی نمیتونم تو یه جمعی که یه وجود ول هرزی هست بی تفاوت بزنم، چون وقتی که در یه جامعه مرتبط یکی جمعید گم به من سرایت میکنه. اینو بارها گفتم، وقتی در اندام تو دست تو چرک کرد، دماغ تو نمیتونه بی تفاوت بگذاره، بگی به من چه، من چاقم، من حالم خوبه، چون وقتی که من گم دیدم خون من رو بگذاره و
به بار دیگه خون من دوباره همه اعضای سالم منم آمیده خواهد شد و صدمه خواهد. پس این دو تا شناخت که بعد از شناخت قدر انسان مطرح میشه، شناخت رابطه من با هستی و با جامعه، مجموعه اینها اسلام رو میشه. اسلام درک ذهنی مذهب، این همین شناخت، این آگاهی ها رو میشه میده. این یه پیوند برای ما بود. منی که خودم رو یافتم، منی که رابطه رو یافتم، منی که حساب و نظم و انضباط رو در هستی شناختم، خواه نخواه دیگه حرکت هم حساب کرده میشه، محتاج به یه دستورالعملم، باید بدونم چجور زندگی کنم، چگونه بمیرم. علم من در اینجا محدوده، مجبورم با یک کسی که برای این همه احاطه و آگاهی داره رابطه پیدا کنم. پس من با این اسلامم به او رفت پیدا میکنم. اللهم به ذمت الاسلام اتلست دارم. من این شناختم منو با تو رفت. وسیله من به سمت تو این درس من. در نتیجه این درس مقدمه رو آوردن و پاسدار شدن از قرآنه و به قرمت القرآن ختم داره. کسی که تو این هستی نظام مرتبطی، کسی که تو جامعه بنای بی تفاوتی رو گذاشته و بنای برنگاری رو داره، این که به قرمت قرآن مرتبط نمیشه. قرآن برای کسانی ضرورت داره که فهمیدن نیازهایی براشون هست و روابط و پیوندهایی دارن و همراه این روابط و پیوندها باید این نیازها رو تأمین کنن و خودشون به مجموعه مسائلی که حاکم بر هستیه و تعیین کننده خط مشروعات هنوز آگاهی پیدا نکردن. اینها به مذهب رو میارن و از قرآن مدد میکنن. اینجاست که حرمت قرآن مطرح میشه و این زیر تو رو با دستوری که این شناخت رو به تو داده و این قرآن رو برای تو آورده و شب و روزش رو فدای روز تو کرده که تو سیاه روز نباشی، تو رو با رسول هم پیوند میکنه. عشق رسول رو در دل تو میاره، محبتی از رسول برای تو میاره. ما هنوز رسول رو احساس نمی کنیم، نمی فهمیم. یه چیزی شنیدیم، کلامی خوندیم، لمس نمی کنیم این شخصیت چه دیده، چه کشیده، چه شوری داشته، چجور روشنگر بود حتی تا امروز نورش رو بمارد و چگونه برای این روشنگنیش درگیر شد و چگونه در درگیریش از شب و روزش از راحتی هاش گذشت و هیچ چیز دریغ نداشت و حتی رسول با وسعتی همراه بود که آهش رو کسی ندید و اشکش رو نگاهی آلوده نکرد. علی با تمام وسعت و ظرفیتش اشکش رو دیدن و فریادهای بزرگش رو شنیدن. در آخرین خطبه‌ای که از علی به یادگار ماند، در اون لحظه آخر عمرش، شاید یک هفته بعد بود که گذشت، زندگی علی هم پیچیده شد. در آخرین خطبه های علی، علی دیگر روی سنگ ایستاد بعد از سبتین بود و این خطبه بود: ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم بسفین ان لا یکون احیاء یشربون الرنف و یجربون القصد قد والله لغلاه فوفاهم اجورهم و احلهم دار الامن من بعد خوف. علی میگه اون برادرهایی که تو سفین خونشونو دادن و زنده نموندن ضرر نکردن. ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم بسفین، اون برادرهایی که اونجا رفتن ضرر نکردن. چه ضرر کردن؟ ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم بسفین ان لا یکونوا احیاء، که در این زندگی یشربون الرنق قصه ها رو سر بکشن و یجرعون القصه و دردها رو لاجرعه بنوشن. قد والله لغلله، اونها به نهایت مسیرشون رسیدن، به حق حق قسم که به لقاء او دست یافتن. قد والله لغلله فوفاهم اجورهم، و پاداشهاشون رو پر گرفت و احلهم دار الامن من بعد خوف، بعد از استراحت ها و تزلزل ها و انتهاها به امن میرسن. و جمله هایی داره بعد از رفیق ها و همراه هایی که در سفین گفتگو شده حرف میزن: اینه نفتحیهان، اینه فلان، اینه فلان، اینه ذو شهادتین الذین عبر از رؤوسهم الى الفجره، اون سرهایی که کنده شد و به سمت فاجرها هدیه برده شد. کجا هست؟ بعد علی بزرگترین فریادش رو سرداد بعد از اون که دستش رو زیر محاسنش گرفته بود و عشق. این علی با اون همه وسعت عشقش رو دیدن، ولی رسول، رسولی که شب و روزش رو برای خلق گذاشت، یک لحظه عشقش رو ندیدن. ظرفیت اینه، عظمت اینه. رسول، رسولی که علی میگه وقتی که تنور داغ داغ جنگ شعله میکشید، وقتی که تنور جنگ داغ میشد، ما به او پناهنده میشدیم. این قدرت روحیش، اونم وسعت روحیش. در اون جمله هستی تو زیارت رسول، تو همین مفاتیح میگی: ولقد اخبر زفر
و تجرع القصد. رسول تو کسی که عشقاشو پلهان کرد و سوز دلش رو مخفی کرد. اخ و زفر اون آهای گرمشو، ناله های گرمشو پنهان کرد و تجرع القصه، قصه ها رو جرعه جرعه سر کشید و لم یتخطا ما مثل لفظ یک، از حدود تو پا بیرون نگذاشت. هم حق بخواست، هم حق و از راه حق خواست، هم برای حق خواست و هم کوشید که حقش طعمه باطل ها نشه. این چهار حد رو حفاظت داشت، پاسداری داشت. وقتی که میدید رسیدن به قله ها مشکله، دست از قله ها نمیکشید، ابزاری برای رسیدن این رسوله. با این احساس از رسول یه عظمت میبینی، او رو لمس میکنی، سایه او و نور او رو امروز زندگی شاهده و این نتیجه اون شناختیه که برای تو حرمت قرآن و نتیجه اون دیدیه که پیدا کردی از قدر خودت و از رابطه ها. پس یه اسلام داره، بعد این اسلام به ایمان میرسه. ایمان مرحله قلبی مذهبه، احساسی که در دل میشینه بعد از اون که شناخت مزد تو رو گرفت، احساس در ذهن تو پا میذاره. یک اون جمله از قالت العرب آمنا، عربا گفتن ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، بگو هنوز به اون ایمان نرسیدیم، ولکن قولوا اسلمنا، از اسلام میتون حرف بزنیم که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز اون احساس در ذهن شما جا پیدا نکرده. این ایمان درک قلبی و احساس اون شناختهایی که انسان داشته. و بعد مرحله تقوا، اسلام ایمان تقوا، تقوا حد عملی و حرکت در عملتون. بعد این که اون شناخته تو مغز تو نشستند، اون احساسا در دل تو جا گرفتن، بعد دست تو، پای تو، چشم تو نمیتونه بدونه حرکت، بدون فعالیت، چون تو مدام داری کار میکنی. اون احساسا که در کنیان حرکت داره شکل می، ما لزومی نداره در خودمون حرکت ایجاد کنیم، حرکت داریم، این حرکت باید شکل بگیره و جهت بگیره. همین آهنا رو ما داریم، این آهنا رو باید شکل بدیم، تکامل پیدا کنه بشه ماشین، و این ماشین رو هم جهت بدیم، رهبری کنیم. تو درمان هم دید. با این استعدادهای عظیممون تو توالت آشپزخونه نریدن، تلاوت تکرار رو نخواه، یکی چیز سختی نیست. مشکل از اون داره که انسان این همه مایه رو هدر بده، در حالی که نیازها وسیعه. بس مادامی که انسان اون قدر نیاز خودش رو نشناسه، اما مادامی که روابط رو نشناسه به اسلام نرسیده. اینه که وقتی که رسول میخواد از اسلام علامت بده، دو تا علامت میده، یکیش کاشف از رابطه ای که تو از خودت با هستی شناختی، و یکی کاشف از رابطه ای که تو با جامعه پیدا کردی. گفتم انسان با شناخت رابطش با هستی صالح میشه و با شناخت رابطش با جامعهش مصلح میشه. اون ولنگاری و ولنگاری و یلگی رو ازت میگیره و این یکی بی‌تفاوتی و سردرگمی رو صالح مصلح میشه. این دو تا رابطه اینه که مادامی که این دو تا رابطه رو نشناخته باشی مسلم نیستی. این که رسول علامت میده، المسلم من سلم المسلمون من یدی به لسانه، مسلم کسی که وجودش فسادی به بار نمیاره، حساب شده حرکت، صالح خودش حساب شده داره حرکت. و مسلم علامت دوم، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، کسی که به روابط نرسیده به امور دیگران هم کاری نداره، سر در لاک خودش داره، میگه به من چه، میگه من خودم پاک باشم. ولی اگر این دیدو پیدا کرد که پاکی تو رو ناپاک آلوده میکنه، تو در اون فساد نری، اون فساد به سمت تو، این دست دیگه آروم نمیگیره. دوستی داشتم میگفت پدرم مخالفت کرده که برم دانشگاه. اون رو به پدرش گفتم، گفتم اگر تو فساد مدار معتقدی، برفر این رو نبری اونجا، اون فساده میاد. اگر جای گند باشه، من سراغ گند نرم، گند سراغ من نیست. محبوس کردن، فرار کردن درمان نیست. آمادگی بده که بره یا نره، مهم نیست رفتن یا نرفتن، مهم توضیح تو، منطق تو خلاص. حالا وقتی که من البته میخوام یک کاری شروع کنم، میخوام تو این زندگی یه قدمی بردارم، بعد به همه چیز توجه کنم. مسئولیت انسانی من بعد از این که این زیربنا رو پیدا کرد، که یکی از زیربناهاش همینه، نوعش و شکلش وابسته با نیازهایی که برای خود من و برای جامعه من دیگه. من حق ندارم تو اون موقعیتی که نیاز تربیتی مهمترین نیاز جامعه منه، خودم رو به اتصال بند آوردن مشغول کنم. دیگه تو در کنار هر شغلت مجبوری نقشی داشته باشی. نقش تو همین صالح شدن و مصلح شدن، همین بار گرفتن و باربر کردن، این نقش ما. در کنار هر شغلی دیگه مهمی بقالی باشه، افتاری باشه، کهنشوری باشه، تا بالتر تا پایینتر. و اونجایی که نقش ما و شغل ما از گرفتار تضاد و تضاهم میشه، اونجاست که باید انتخاب کنم. من اگر در یه پستی هستم که نمیتونم نقشم رو اجرا کنم، کدوم اولویت رو به چی بدم؟ از نقشم بگذرم بمونم که نون بخورم، و یا این که از نونم بگذرم و برم تا آدم بمیرم؟ اللهم به جنت الاسلام اتوسل.
ما با یه همچین شناختی داریم به او ربط میدیم خودمونو. بعد از اینکه گفتم مرور قبلی این دعا در این زمینه بود، من خودم را از روزهای دور از روزهای کوچکیم بررسی کردم، روزی که گفتم اتم پراکنده و بعدم مولکول و بعدم سلولی شدم و اومدم تا لحظه های بزرگتر شدنم، اون لحظه که مکیدن رو، بلعیدن رو، شناختن رو، احساس کردن رو و بیان کردن رو و سنجیدن رو به دست آوردم. من خودم رو یافتم که کم بودم، زیادم کردم، مستضعف بودم، یاریم کردم، رها شده بودم، ترد شده بودم، مأوام بودم، تبعیدی بودم، نگهداری بودم. انا الطريق الذي اويت انا المستضعف الذي نصرت انا القليل الذي كسبت. من اون بودم و بعد با اون که هیچ نبودم و همه وجود من رفت با او بود، بر او شوریدم. انا یا رب الذي اتي خالف لم اراقب كف المنى ولم استحي كف الخلق ولم استحي كف الخلق ولم اراقب كف المنى. من کسی هم که در خلوت هم حرمت تو رو نداشتم و در جمع هم به تو فکر نکردم. انا الذي اتيت جبار السما. من کسی که فقط بر تو شوریده، از همه کس اطاعت کردم جز تو، خود دوستم دشمن شدم و دشمنها رو دوست کردم. من اینم و اینم سرمایه های منه که میگه ولقد خالفت که به جهدی، من با تمام وجودم تو رو احسان کردم، با دستم، با چشمم، با پا، با فکرم، با دلم، با عمرم، اون که داشتم برای تو خرج نکردم. احسان معنیش نیست که رفته باشم کوه طور رو دزدیده باشم. اسیان اینه، اون چه دارم برای او خرج نکرده، این اسیانه. من با تمام وجودم، با تمام کوششم، با تمام تلاشم از تو صرف نظر کردم، چون کوشش و تلاش و وجود من برای تو نبود. و حالا دست خالی هم تنها وسیله‌ای که برای من بعد از اون دست دادن ها هست، این شناخت من که این حرمت رو در من ایجاد کرده و یه همچین علاقه به رسول. من با این سرمایه میخوام سراغ تو بگیرم. به ذمت الاسلامه اتبست بود، گفتن این اسلام کافیه برای اینکه انسان رو دگرگون کنه. بودن کسانی که میگفتن بابا مذهب چه اثری در زندگی اجتماعی ما داره. من بارها شده مسلمان شدم، دو ماه سه ماه مذهبی شدم، ولی بعضم با خفیش تفاوت داره. گفتم درک ابتدایی مذهب، یعنی سطحی ترین مرحله مذهب که همون درک ذهنیش یعنی اسلامه، رو زندگی تو اثر میذاره، مگر اینکه تو فقط با گوشت راه رفته باشی، نه با فکر حرکت، یه چیزی دیده باشی، یه چیزی شنیده باشی، ولی اگر تحلیل کرده باشی، این خودت رو تحلیل کرده باشی و روابط رو تو بدونی تو چه هستی، نظام گرفته ای داری زندگی میکنی، دیگه بی نظام قدم بر نمیداری. تو که میدونی اینجا تره پاتو مستقیم نمیداری، تو رو پنجه راه میری، میدونی اینجا آشغال داشتن درست راه میری، حساب شده حرکت میکنی، بدونی اینجا یه مانعی هست، یه آتشی هست، یه نفتی هست، یه بنزینی هست، یه مواسی هست، دیگه ول بی حساب یله ولنگار نمیشی. چطور میشه این درس همین ابتدایی ترین شناخت از مذهب رو زندگی انسان اثر میذاره؟ چطور میتونیم بگیم مذهب یه پدیده ذهنیه که هیچ دخالتی در زندگی ما نداره؟ ذهنیات ما بزرگترین نقش تو زندگی ما، این ذهنیت توست که به عینیت ها جهت میده. دو میلیون سال تفاوت ها و تبعیض ها وجود داشت، مادامی که انسان، البته با تمایزش، وقتی که انسان اونها رو درک کرد، از عینیت به ذهنیت رسید، نقشی پیدا شد. اونچه که به عینیت ها جهت میده ذهن تو. انسانی که ذهنیت نداره، گفتم یه انسان محافظه‌کار، یه بره همونه که هست. انسان تا ذهنیت، تا ایده‌ای پیدا نکنه نمیتونه تحرکی داشته باشه. انسان از لحظه انسان میشه که ماورای واقعیت موجودش ذهنیت مطلوبی رو پیدا کرده و برای رسیدن به او کوشش میکنه. بله مسئله اینه. حالا ما برای اینکه این فاصله رو طی کنیم، یه موقع فقط با هر با سبحکم الله مسداکم الله میخوایم را بریم، اینجا رؤیایی میشیم، خام میشیم و یه موقع مقدماتش رو فراهم میکنه. اونهایی که ذهنیت‌های عالی رو دارن ولی برای رسیدن به اون عینیت‌ها رو کل نردبان قرار میدن، مردانی هستن که از امروز گذشتن و فرداها رو ساختن. اونها کسانی هم که امام زمان، جلودار زمان شد، نه تنها آگاه به زمان. این شناخت ابتدایی مذهبه و گفتم تو همین حدش ابتدایی سوال هایی میتونه حل بشه که مسئولیت هست یا نه. البته تو یه دیده دقیق تر که من فهمیدم نعمت هایی به من دادن، نعمت ها ملاک افتخار من نیست، بازدهی میخوان ازم، شروع بس بکنم. داده هایی که به من داده شده مبنای حرکت من کار کنم، اینم عامل دوم میشه برای، ولی حالا از اونها صحبتی نمی کنن. مبنای اساسی مسئولیت درک قدر من
و روابط من با هستی و جامعه مسئولیت دو بودی. در این مسئولیت دیگه زن و مردم فرق نمی کنه. توجه کنیم چی میگم؟ شغلها وابستگی به شرایط بدنی، شرایط محیط، شرایط کم و زیاد اجتماعی داره. ولی نقشا وابسته به استعدادهای عالی انسان، وابسته به ترکیب وجودی ما، نه وابسته به شرایط محیط زیست. این که در این نقشا زن و مرد تفاوتی نداره. مسئولیت زن در جامعه امروز چیست یا مسئولیت مرسیسی بگه تفاوتی ده. انسان مادامی که انسانه و اون ترکیب خاص داره نقشی بر عهده‌اش میاد و این نقش تفاوتی نمی کنه. البته شغل ها ممکن است کهنه‌شوری شروع بشه، گفتم ساریا تجربه. این شغل ما، نقش ما هماهنگ شدن با نظام حاکم بر هستی و هماهنگ شدن با مسائلی که در جامعه وجود اومده که باید بحث دو تا رابطه رو دیدن تعیین کننده نقش من، صالح شدن و مطلق شدن. اینه که من نمیدونم در کنار کسانی که زنم هستن، که برادرم هستن، که همکار ادارم هست، 10 سال بمونم دم از حرفای گنده بزنم و اینها همینطور راکت میزنه باشن. من نمیتونم توی یه محیطی بمونم اون محیط رو دگرگون نکنم یا خودم در اون محیط بار نگیرم. بارها گفتم مؤمن یا باید رشد بگیره در محیطی که هست یا رشد بگیره، وگرنه باید هجرت کنه. تو لحظه‌ای که بین شغل ما و نقش ما تضاد به وجود میاد، حق انتخاب شغل رو نداریم. اولویت با نقش ما. چون گفتم مسئله اینه که آیا من گاو بمونم بخورم خوب بشکه بشم و یا آدم بمیرم. و اینه که امام وقتی که میخواد به کسی اجازه بده که در یه پست حساسی فعالیت کنه، یه شغل حساسی داشته باشید، به این دید و به این مسئله توجه کنه که ببینید این میتونه هنگام درگیری و تضاد و تضاهم نقشا و شغلها شغل رو رها کنه، یه دو ذات توجیه برای خودش میسازه که بمونه. اینم مسئله و البته کسی هم که میخواد این دیدو پیدا کرده، این شناخت اساسی پیدا کرده از خودش و از روابطش، این مجموعه راهو دیده. توجه کنید این یه جمله من بارها گفتم، انسان بی‌نهایت راه در پیش داره و برای این راه هم آماده میشه. این بی‌نهایت راه من از دارم از استعدادام میبینم میابم. من بی‌نهایت راه در پیش دارم که بی‌نهایت مایه در من. تمام. برای این بی‌نهایت راه من مبانی بسیار دارم. برای این مبانی هم یافتم بعد هماهنگ با نظام حاکم بر هستی بشه. اینم یافتم. اینا همش بهش رسیدم. مسئله نیست که بعدم بهش برسم. یافتم، بعدم بعد شروع کنم. اینو بارها گفتم. من اینکه ضرورت خونه دار شدن رو فهمیدم، نقشه میکشم. من در نقشه به خانه‌ای که میخوام بسازم آگاهم. بعد در عمل به اون چی که آگاه بودم میرسم. آگاهی غیر از وجدان. من بعد مجموعه راهم رو بیابم و آگاه بشم و دنبالش. یه وقتی که خونه رو میسازم از وقتی دیگه اتاق رو زیر سخت و شفه میشه. اون چی که عمل به ما میده یه همچین مسئله ای. اله معنی نداره منی که آگاهی ندارم عمل کنم. یعنی چنین سنتی حرکت کنم؟ یعنی تقلیدی حرکت کنم؟ میگه بیا تو راه ره گویت از چون. خب من باید بیام تو راه رو ببینم. پس راه ها رو باید دیده باشم. سنجیده باشم. اصلا نیاز به رفتن رو حس کرده باشم. من آگاهی بود. و من همه رو دیدم تا آخر. البته این همه رو تیکه تیکه عملی بود. و با عمل اونچه رو که بهش آگاه شدم میابم. چیزی جدی نیستم. داره این تضاد بین اون مسئله با این مسئله به وجود نمیاد. پس مسئله اینه. ما با این دیدی که از مذهب پیدا میکنیم، یعنی با رشته اسلام که پیوند اولیه ما با حقه، با اون رشته قدر خودمونی که میابیم، مسئولیت ها روشونه ایمان میشه، نقش ما مشخص میشه. شغل ها تعیین کننده نقش نیستن، نقش ها تعیین کننده شغل هست. بین این نقش، بین این مسئولیت که در اجرای نقش، زن و مرد هم تفاوتی ندارن. و اون چی که انسان رو به این مسئله میرسونه، اون آگاهی های افتیار میشه. اون آگاهی هست که راه رو دیده، آگاه شده، یافته، بعد شروع کنه تا اون طوری که یافته در خارج تحقق بده. من خونه رو نقشاشو دارم، اون چی که دارم بس تحقق بدم. طرح بارها گفتم، طرح یعنی پیش انداختن، جلو افکندن، پیش نویس. بین معناست که من بتونه تر حرکت کنم. هیچ احمد رو نمیگه بیتر حرکت کن تا راه به زبیه توی بیتر بگی. فقط اشتباه از اینجا شروع میشه که ما خیال میکنیم وقتی که میگی که بابا پر داشته باشه شروع کنم، میگه خونه تو بساز بعد برو خونه بساز. هیچ کسی اینطور نمیگه. خونه رو ببین، نیازات مشخص کن، بر اساس نیازات مواصف مشخص میشه، چه کادری که میخوایی مشخص میشه، چه چیزایی هسته، این کادر رو باید تهیه کنه، اصلا حالی شروع میکنه. بعد این کادر رو باید رهبری کنه، اصلا حالی شروع میکنه. اینو بارها گفتم، عمل ترس میخواد.
یعنی اول مرحله درک ضرورت عمله، من بفهم باید کاری بکنم، خونه بسازم، بعد این درک ضرورت و این عمل خامخا احتیاج به نقشه و طرح داره، پیش نویسه طرح چگونه به وجود میاد، ازش بحثای شده میشه، این موقع بحثم باز بکنم، یعنی دیگه پیش از این الان ضرورت نداره. طرح وقتی مطرح شد مواد و کادرش مشخص میشه، چه موادی بجوری به این خونه، چه مقدار مهره میخواد، چند تا عملی هست و بعد دنبال تهیه مواد و دنبال تهیه مهره ها تمونید. بعد مرحله بعدی کادر تهیه شد، مسئله سازماندهی مدیریت است، این مهره ها رو سر جا بذارید، ممکن در طی کار قدر مهره ها در بین برن، مرحله ترتیب سازمان این مهره ها که از دست رفتن فرمان شد. پس من همه راهم رو یافتم، آگاه شدم، بعد شروع میکنم به اون چی که یافتم تحقق بدم، اون چی که به شهود رسیدم به شهادت برسیدم. روشن شد این روابطی که بین شناخت، حرمت قرآن و عشق به رسول هست و این سرمایه هایی که بعد از سوختن سرمایه های ابتدایی ما و از دست رفتن نعمت های اساسی ما، ما این رشته ها برامون، این دریچه شروع ما. اینجاست که انسانی که تمام وجودش رو تالا خرج غیر اون کرده و خوشحال بوده، گفتم خوشحالی کودکی که هستیشو داده بود پفت گرفت، در شادم هست که خوش بود، بله کیف هم میکنه، گفتم اون کیفا به خاطر اینه که فقط فهمیدیم چی به دست آوردیم، نفهمیدیم چی از دست. اون روزی که میفهمیم چی از دست دادیم، آتش ها ما رو فرا میگیره، آتش حسرتمون، آتش ندامتمون و آتش کارهای خودمون و آتش کارهایی که از این کارهای ما متولد شده. چون گفتم یه عمل ما تو هستی، یه عمل باقی نمیمونه، یه کبریت که میزنی همون یه کبریت نیست، اینی که قرار از آتش اینقدر تو دعا مستد اللهم اللهم به ذمت الاسلام اتوکل الیک و به حرمت القرآن اعتمد الیک و به خوب بی النبی، به محبتی که از رسول تو دارن. این نبی چی کار از امیه؟ بس نیست مدرک داره، عنوان داره، فلان داره، بیسار داره، عاشقش بشن، نه هیچ نداره، عنوانها رو نداره، القرشی ایرانی نیستش، رابطه نژادی با من نداره، هاشمی و عربیه، تهامی از کوها، در زمین تهامه است، مکیه و مدنی. ولی این تفاوت مسئله که در مکه و در مدینه برای حرکت من گام برده، زمین سازی داشته و پس با اونگاه حس مشت داشته بخواهی و با این هر دو مدیریت داشته برسته. رسولیه که مکی و مدنی، من با عشقی که به این رسول دارم که هیچ رابطه نژادی و فامیلی با من نداره، تنها رابطهش رابطه شناختی که او در من زندگی داره و حس مشیه که او بر من آورد و منو در این چهار راه شلوغ هستی از بنبست ها رهانده، از حیرت ها جدا کرده و از وحشت ها و امن ها رهنمون شده، من با این عشقی که به چنین رسولی دارم که اون وسعت و اون قدرت روحیشه و اونم کوشش شبان روزیشه و اونم بدون اینکه چیزی خواسته باشه و یا از آتشی که افروخته خواسته باشه غذای خودشو جذب کرده باشه، من با یک همچین علاقه‌ای که به او دارم و یه حرمتی که برای خصم مشی که تو فرستادی قرآن تو دارم و اون شناخت از رابطه ها و خودم، من با تو پیوند و به تو رو از اسلامم به ایمان میرسم و با تو مأنوس میشم. گفتم اون شناخت خوب به رسول، ایمان به رسول، محبت رسول رو در دل من زنده میکنه. تو به رسول مهربون میشی، همونطور که اگر یک نفر به تو نون بده، آب بده، براش از جا میکنه. گفتم اسلام اون دوتا علامت رو داشت، اگر اون دوتا علامت رو نداریم معلومه چون دوتا رابطه رو نشناختیم و کسی چون دوتا رابطه رو نشناخت مسلمان نیست، مذهبی نیست، هر کیم حالا نماز شبم بخونه بچه. ما با علائم افراد رو میشناسیم نه با عمل. بشنو ز پرده راز نجوای زنده دلان، آن تشنگان وصال، شوریدگان جهان، چون شمشون بلند از سوز سینه خیش، اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان، فریادشان بر زبان.
فریادش.